با نزدیک شدن به فصل گرما، فعالان حوزه انرژی نسبت به کاهش تولید نیروگاه‌های برق در ایران هشدار می‌دهند و از احتمال قطع برق و دور تازه خاموشی‌ها حرف می‌زنند. یک ماه پیش، سخنگوی صنعت برق ایران گفته بود نیاز مصرف برق در تابستان امسال به 70,000 مگاوات خواهد رسید و کسری برق در سال جاری 10,500 مگاوات خواهد بود. با این حال وزارت نیروی ایران وعده داده که تابستانی بدون خاموشی در پیش خواهد بود. آنطور که آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهند، اما در همین فروردین ماهی که گذشت ایران 72% بیشتر از سال گذشته برق وارد کرده و صادراتش هم 54% نسبت به دوره مشابه در سال پیش افت داشته است. این اولین بار است که واردات برق ایران از صادرات آن پیشی گرفته و کشور را رسماً به عنوان وارد کننده برق معرفی می کند. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، می گوید واردات برق از ارمنستان افزایش خواهد یافت. تقریبا ظرفیت ما دو برابر خواهد شد در گرفتن برق از ارمنستان. به طور متقابل گاز ما به ارمنستان. اجرای برنامه ریزی دولت برای راه اندازی حدود 4700 مگاوات نیروگاه جدید برق در سال جاری چشمانداز موفقیت آمیزی نشان نمی دهد. در فروردین ماه فقط معادل 5 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی شده. یعنی تا اینجا فقط 0.1% از اهداف رشد تولید برق سال 1401 محقق شده است. مسئولان اغلب خشکسالی و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی را به عنوان مقصر کمبود تولید برق در کشور اعلام می‌کنند. این در حالی است که 91% برق ایران توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. حمید رضا عظیمی، معاون شرکت برق حرارتی، از بدهی 90,000 میلیاردی دولت به وزارت نیرو خبر داده و می‌گوید این وزارتخانه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی بدهکار است. بخش خصوصی که با توجه به مطالبات زیادی که از مجموعه بخش برق وزارتخانه داره، سال به سال نسبت به ورودش به سرمایه گذاری نیروگاه حرارتی ازش کاسته شده. به تازگی اسامی تعدادی از تولید کنندگان خصوصی برق در ایران در فهرست ابر بدهکاران بانکی کشور آمده بود. ابراهیم خوشگفتار، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، اما میگوید وزارت نیرو به این تولید کنندگان بدهکار است. ببین، تو بخش حوزه قراردادهای خرید تضمینی برق حدود 600 میلیون دلار سررسید شده، جمعش حدود 2 میلیارد دلاره که 10 تا نیروگاه، همش هم نیروگاه ساخته شده، یعنی نیروگاهیه که داره کارش انجام میشه. بعضی از شرکت ها معتقدن که بیان نیروگاه رو وزارت نیرو تحویل بگیره، قسطاشو خودش بده، ما ازش خارج بشیم. آمار و ارقام چشمانداز روشنی از شبکه برق ایران به دست نمیدهند. تابستان در راه است و وعده های مسئولان با واقعیتی که به چشم می آید نمی خوانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.